آمریکا در مورد تردد کشتی‌های جمهوری اسلامی ایران به دیگر کشورها هشدار داد. وزارت خارجه آمریکا می‌گوید بخشی از تحریم‌های آمریکا علیه کشتی‌های نفتکش جمهوری اسلامی شامل تردد آنها در آب‌های کشورها، لنگر انداختن در بنادر و بیمه آنها می‌شود. بریان هوک، مدیر گروه اقدام ایران در وزارت خارجه، هشدار داد کشورها ریسک بزرگی خواهند کرد اگر اجازه دهند نفتکش‌های ایران در بنادر آنها پهلو بگیرند یا از آبراه‌هایشان گذر کند. همکارم گیتا آریان از وزارت خارجه امری ماست. گیتا، در مورد علت و جزئیات این بخش از صحبت‌های بریان هوک کمی توضیح بده. حتماً صحبت‌های آقای هوک در این زمینه به خاطر تاکتیک‌هایی که در گذشته جمهوری اسلامی ایران به خرج داده برای فرار از تحریم‌ها. آقای هوک میگه که این بخش از تحریم‌ها هم خیلی مهم هستن، خیلی حیاتین در این سیاست حداکثر فشار دولت آمریکا. آقای هوک از شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران اسم برد، از شرکت ملی نفتکش اسم برد، اشاره کرد به اینکه در سال 2012، یعنی 3 سال قبل از توافق، جمهوری اسلامی دقیقا همین کار میکرد. نفتکش های اون در حمل و نقل در واقع باید گفت قاچاق نفت اون کشور، رادیوهای های خودشون رو خاموش میکردن و احتمال داره که دوباره این کار رو تکرار کنه. Under international maritime law, طبق قانون بین‌المللی دریایی از سال 2004، کشتی‌ها باید هویت و موقعیت جغرافیایی خودشان را اعلام کنند. بر اساس اطلاعات معتبر، اکنون می‌دانیم که بیش از 10 نفتکش ایرانی اخیراً فرستنده‌ها و گیرنده‌های ماهواره‌ای خود را از کار انداخته و به طور مخفیانه تردد می‌کنند. این سیستم درست مثل سیستم رادار هواپیما عمل میکنه، یعنی اینکه کمک میکنه از جلوگیری و برخورد کشتی ها و این خودش یک تضمینی هست برای امنیت دریانوردی. به هر حال مسئله بیمه نفتکش های ایران رو هم آقای هوک بهش اشاره کرد که هر کشوری که اونا رو بیمه بکنه به ضرر خودش تمام خواهد شد، برای اینکه هم ممکن از طرف آمریکا تحریم بشه و که عمده علت هست، و اینکه دیگه هم افشار در حتی پهلو گرفتن در بنادر اون کشورها و یا گذر از آبراهای اونها هم آقای هوک هشدار میده نسبت بهشون. گیتا، اما قرار پول فروش نفت ایران در کشور وارد کننده نگه داشته بشه تا جمهوری اسلامی از اون برای خرید دارو و دیگر اقلام مورد نیاز مردم استفاده کنه، اما در این زمینه چه تضمینی برای جلوگیری از دور زدن تحریم ها وجود داره؟ آقای هوک هم اشاره کرد که وزارت خزانه داری آمریکا این مسئله رو تحت نظر خواهد داشت، همه این حساب‌های خارجی رو اونا رو تحت نظر خواهد داشت تا مطمئن بشه که صرفا به خاطر همون چیزایی که گفتن، دارو، لوازم پزشکی، مواد غذایی، اقلام کشاورزی و سایر مسائل انسان دوستانه استفاده بشه. حتی دیروز در مصاحبه‌ای با بخش فارسی بی بی سی، آقای پامپئو وزیر خارجه آمریکا گفت که ایران در واقع باید از این پول برای این منظور استفاده بکنه و نه برای قاسم سلیمانی. و خلاصه تکیه آمریکا کلاً بر این تحریم‌ها این هستش که به عنوان نشانی در پشتیبانی از مردم ایران هست. سپاسگزارم از شما گیتا آریان از وزارت خارجه.